لو رفتن لیست احتمالی وزرای پیشنهادی پزشکیان، افشا و لو رفتن هزینه چند هزار میلیاردی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب یه نامه محرمانه ساعتی پیش توی خبرگزاری‌ها لو رفت که نشون دهنده رقم باور نکردنی هزینه‌های انتخابات برگزار شده اخیر هستش. طبق این نامه بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات کنار گذاشته شده یه رقمی حدوداً 1200 میلیارد تومانیه. توی نامه اینجور که مشخص شده، با توجه به مصوبه 10 تیر ماه هیئت دولت، هزینه‌های انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری تا حد اکثر 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. این رقم بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه مشخص شده. از مجموع رقم 1200 میلیارد تومان پیشنهادی، 1000 میلیارد تومان مربوط به وزارت کشور و 200 میلیارد تومان مربوط به شورای نگهبان می باشد. هزینه های برگزاری انتخابات هم هزینه پرسنلی که حالا درگیر برگزاری انتخابات هستن، همینطور چاپ تعرفه ها و برگه های رأی و کلن پرسنلی که چه داخل وزارت کشور و دولت و چه توی حوزه های رأی گیری مشغول به کار هستن، دستمزد و هزینه هاشون از این رقم پرداخت میشه که خب رقم خیلی خیلی بالایی هست. هنوز ریزی این هزینه ها منتشر نشده و مشخص نیستش که از این رقم 1200 میلیارد تومان آیا چیزی هم باقی مونده یا تهشو در آوردن. اما یه حاشیه‌ای که توی دو روز اخیر توی رسانه‌ها خیلی داغ شده، گمان زنی در خصوص کابینه احتمالی مسعود پزشکیان هست. خیلی‌ها اسامی مختلف رو برای وزرای احتمالی پزشکیان پیش‌بینی می‌کنن، ولی خب خود خبرگزاری‌های رسمی و همینطور دفتر پزشکیان اعلام کرده که تمامی لیست‌های اعلام شده غیر واقعی هستن و هنوز لیست رسمی اعلام نشده. طبق پروسه قانونی که مشخص شده، احتمالاً توی هفته اول مرداد ماه مراسم تنفیذ پست ریاست جمهوری پزشکیان توسط رهبری انجام میشه و پزشکیان باید توی بازه زمانی مشخص شده وزرای پیشنهادی خودش رو معرفی بکنه که در صورتی که رأی اعتماد از مجلس بگیرن میتونن وزیر وزارتخونه مربوطه بشن و احتمالاً هم شروع به کار دولت توی اواسط شهریور ماه باشه. توی پیشبینی هایی که برای وزرای پزشکیان انجام میشه، مثل همیشه مطابق قانون نانوشته‌ای که وجود داره، همیشه 4 وزارتخونه اطلاعات، دفاع و امور خارجه و کشور با صلاح دید رهبری ایران آقای خامنه‌ای انتخاب میشن که احتمالاً این سری هم به همین شکل باشه. بیشترین اسمی که توی کابینه پزشکیان تکرار میشه دکتر ظریف و آذری جهرومی هست. خیلی ها معتقدن که احتمالاً ظریف معاون اول پزشکیان باشه. خیلی ها معتقدن که با توجه به سوابقش توی امور وزارت امور خارجه، احتمالاً همون پست وزیر امور خارجه رو انتخاب میکنه. برای آذری جهرومی هم خیلی ها پیش بینی میکنن که احتمالاً معاون یا مشاور فناوری رئیس جمهور بشه. خیلی ها معتقدن مثل دولت حسن روحانی احتمالاً وزیر ارتباطات خواهد شد. البته که صبح امروز محمد جواد ظریف در پاسخ به خبرنگاری که ازش پرسیده بود آیا شما در کابینه پزشکیان حضور دارید یا نه، پاسخ داد که من در این یک ماه اخیر احساس نیاز و وظیفه کردم که بیام و به پزشکیان کمک بکنم. هیچ وقت به دلیل پست و مقام یا گرفتن امتیازی به میدون نیومدم. الانم اگه دکتر پزشکیان صلاح ببینه و به من چیزی رو پیشنهاد بده، در حد توانم قطعا کمکش خواهم کرد. مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خود رو فرد غیر حزبی معرفی کرده بود که با همه جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا کار خواهد کرد. اون به ویژه در دو مناظره آخری که با سعید جلیلی در دور دوم انتخابات داشت، در پاسخ به اظهارات این نامزد تندرو که پزشکیان رو دولت سوم روحانی میخوند، بارها تاکید کرد که طرح چنین مسائلی تهمت است. او دولت دوم یا سوم هیچ کسی نیست. او همچنین به خاطر حضورش در دولت محمد خاتمی هم اشاره‌ای داشت و تاکید کرد که در اون زمان هم
عضوی از حزب مشارکت یا کارگزاران نبوده، اما به دلیل عملکردش رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت که پزشکیان رو به عنوان وزیر بهداشت معرفی کنه. در نتیجه اگر پزشکیان بخواد به این حرف خودش پایبند باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که کابینه اون تا اندازه‌ای مانند کابینه حسن روحانی چند حزبی باشه و افرادی از جریان‌های مختلف سیاسی، از اصلاح طلب و اصولگرا در اون نقش داشته باشن. پزشکیان همچنین در آخرین مناظره انتخاباتی خودش چندین بار تکرار کرد که حتی افرادی از دولت ابراهیم رئیسی هم در ستاد پزشکیان با او همکاری میکنن. پزشکیان البته جزئیات چندانی در این خصوص ارائه نکرد، اما اگه قرار باشه که اون به این شعارش عمل بکنه، ممکنه دست کم یک فرد از این کابینه در دولت پزشکیان هم حضور داشته باشه. برخی از ناظران سیاسی از عزت الله زرقامی و کیومرث هاشمی که در میراث فرهنگی و وزارت ورزش فعالیت میکردن به عنوان دو گزینه محتمل در این زمینه یاد میکنن. پزشکیان توی پروسه تبلیغاتش و کمپین ها و همینطور مناظراتی که انجام میداد همیشه از این نکته یاد میکرد که ما توی سیاست مداران و مدیرانمون از اهل سنت و کرد در مناسب بالای جمهوری اسلامی استفاده نمی کنیم و همیشه به این موضوع انتقاد داشت. اون در میزه گرد فرهنگی خودش هم در تلویزیون تاکید کرد که یک فرد اهل سنت نمیتونه توی جمهوری اسلامی به مقام‌هایی چون وزارتخونه برسه و بخشی از نارضایتی اونها هم از حکومت از همین احساس تبعیض حاصل میشه. مشخص نیست که او قصد داره به این وعده خودش هم عمل بکنه و یکی از اهل سنت یا از اقوام کرد و بلوچ و ترکمن رو در کابینه خودش استفاده بکنه یا نه. چهره دیگه‌ای که احتمال زیاد توی کابینه پزشکیان حضور داشته باشه آقای طیب نیا است که برخی از گمان زنی ها از اون به عنوان گزینه معاون اول رئیس جمهور یاد میشه. طیب نیا یکی از افرادی بود که بعد از محمد جواد ظریف و آذری جهرمی از فعالترین افراد توی کمپین های تبلیغاتی پزشکیان بودش. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 یا همون دولت اول حسن روحانی بود که یکی از جدی ترین گزینه ها برای معاون اولی دولت 14 هستش. طبق دولت های گذشته معاون اول رئیس جمهور نقش زیادی در سمت و سوی اقتصادی دولت داره که بعضا از این جایگاه به عنوان فرمانده اقتصادی هم نام میبرن. طیب نیا در دولت اول روحانی پس از ابر تورمی که دولت احمدی نژاد ایجاد کرده بود تونست تورم رو کنترل بکنه و حتی اون رو تک رقمی هم بکنه. اقدامی که بنا بود توی دولت 13 یعنی دولت رئیسی هم اتفاق بیفته که نه تنها این گونه نشد، بلکه کشور شاهد تورم سنگینی هم بود. طیب نیا در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حضور فعالی در کمپین‌های انتخاباتی پزشکیان داشت و خیلی ها می گفتن که طیب نیا یکی از برگ های برنده مسعود پزشکیان برای رأی آوردن هم بودش. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برامون تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید به نظرتون کدوم یکی از این افراد مناسب کدوم وزارتخونه هستن. حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.